خدا رو شکر کلاس دوم ما درباره تاریخچه بابل، تاریخچه نیمرود و اثراتی که این تاریخچه و شهر بابل و فلاسفه بابل در زندگی امروزه ما در زندگی کلیسایی و اجتماعی ما دارن. این کلاس دوم ما هستش. در کلاس اول ما شهر دادیم که در واقع خداوند میاد و هم رو لعنت میکنه نه خودش فرزندش رو کنعانو ولی جالبه که در همون کنارش شم رو برکت میده میگه برکت باد به شم یعنی به, به،, به خط شم برکت میده به نسل هام که از کنعان میاد لعنت میفرسته ما از شم آمدیم خدا رو شکر این یعنی نسلی که از شم میاد برکت پیدا میکنه ایران از شم آمده ایلام از شم آمده بنابراین امروز ما میتونیم بگیم که ما در برکت زندگی کردیم جالبه که امپراتوری ایران اگه نگاه بکنید با اینکه خیلی آمدن تو ایران اومدن و رفتن آخر سر ما هویت خودمون رو حفظ کردیم خیلی نسل بودن و خیلی قبیله ها بودن که آمدن و رفتن هیچی ازشون باقی نمونده هیچ اثری ازشون باقی نمونده جالبه که در تمام زمانی که امپراتورهای اروپایی میذاشن امتا رو زیر کلونیالیسم یعنی زیر اسارت خود قرار میدادن ایران باز یک امپراتوری مستقل خودش باقی موند جالب نیست با اینکه بین روس و انگلیس و آمریکا گیر کرده بود با اینها یه هویت شخصی خودش رو به من یک امت حفظ کرد جالبه که ایران حتی امروز یکی از جالبترین اتفاقاتی که در دنیا داره میفته در دنیای مسیحیت داره تو ایران میفته سریع ترین رشد کلیسای دنیا در ایران هستش امروز از نظر چی پرسانتاژ رشد از نظر تعدادی نه هنوز چون چین از همه جلوتره چین هر سال 5 تا 10 میلیون نفر بهش اضافه میشن از نظر کلیسا ولی ایران از نظر تعدادی از نظر پرسانتاژ رشد خیلی زیاده ما الان سه میلیون نفر ایماندار داریم تو ایران اوانجلیست یعنی ایماندار واقعی نه ایماندارایی که از اقلیات ها آمدن نه از که مثلا در کلیسای کاتولیک رشد کردن ایماندارایی که دارن به عیسی مسیح ایمان میارن و بر طبق آنچه که ما احساس میکنیم و درک میکنیم تا سال 2020 هفت میلیون نفر خواهن شد یعنی دقیقاً 10 درصد مملکت ما جالب نیست در عرض پنج سال دیگه از هر ده نفر ایرانی یکیش مسیحی باشه که میشه که میشه این اصلا کلا شکل و صورت ایران عوض میکنه شما دیگه با یه اقلیت کوچیک طرف نیستی با یه اقلیت اصلی طرف هستی که یه مقدار ج... یک یه... کل جمعیت تو بس در نظر بگیری دیگه نمیتونی اینا رو بردار بندازی تو دریا قایمشون کنی بکششون درشون از بینشون ببری بس باهاشون سازش بکنی و این سازش کردن هستش که در واقع خطر کلیسا ایران میشه اگه یه روزی فشار اجتماعی و سیاسی و جفاهای مذهبی از روی کلیسای ایران برداشته بشه کلیسا ایران رشدش رو, رو از دست میده چون طبیعت انسان این که اگه راحت بشه راحت میشه گره به جای که فکر خدا باشه فکر اینه که چرا تو سر بغل دستیش بزنه یا نزنه میزنه ایرانی جماعت با آمریکای جماعت هیچ فرق نمیکنه کلیسای آمریکایی رشدش هم همینجوری بوده در, در, کل زمانی که جفا رو کلیسا هست رشد کلیسا هم همیشه غنیه و خیلی خوب هستش دعا می‌کنم که میخوام دعا می کنم که در واقع دولت ایران به فشارهایی که در روی کلیسا قرار داره میده ادامه بده به خاطر اینکه اگه این کارو بکنه احتیاجی هست که ما زیاد روی کلیسا نگران باشیم کلیسا کار خودش رو انجام خواهد داد امپراتوری قیصر روم 200 هزار نفر مسیحی رو به سیم های می‌کشه. میکشه بیشترشون رو روی شهرهای روم توی رده ها و کوچه های روم مسیحا ها رو به عنوان های آتش استفاده میکنه اونها با غیر میزنه و مسیحا رو میسوزونه بعد به شیرها غذا میده در های جنگبازی گلادیتورها به عنوان به عنوان یک چیز چه میگن بله وسیله سرگرمی ازشون استفاده میکنه در عرض چندین سال دیویست هزار نفر مسیحی رو میکشه ولی کلیسا در بین تمام اونها رشد میکنه و بعدم بر خود امپراتوری رو برتری پیدا میکنه آمین من هیچ وقت نگران کلیسای ایران نیستم من نظر روش داشت. من نگران این هستم که کلیسای ایران اون شور و هیجان و آتشش از دست نده آمین اگر نه کلیسای ایران خدا من خودش حفظ میکنه خب خدا رو شد. پس ما زیر برکت شم هستیم و این برکت شم در واقع شامل امت ایران و امت اسرائیل هم میشه حالا بابل یا به باش میگیم بابل در واقع میریم به فصل دهم آیه 22 با هم دیگه اون آیه رو میخونیم و میگه که و که پدر جمیع بی آبر و برادر یافس بزرگ بود او نیز اولاد متاجر بعد پسران سام ایلام و آشور آشور و نام و لود و آرام بود و پسران آرام اوس و حول و جاتر و ماش بودند پس اینجا درباره ایلام صحبت میکنه اگه میخوایم بدونیم ما از کجا آمدیم و از ایلام آمدیم اینجا در فصل دهم آیه 22 صحبت میکنه جالب هستش که تمام نسل های شم تا نسل پنجم و ششم در کتاب مقدس دربارش صحبت شده حالا یکی از این یکی از این آیات آیه 25 هستش که میخوام در صحبت بکنیم و آبر را دو پسر متولد شد یکی را فالج نام بود و زیرا که در ایام وی زمین منقسم شد میخوام زیر این آیه خط بکشید ده 25 میگه و آبر را دو پسر متولد شد یکی را فالج بود که بهش میگن پلگ زیرا که در ایام وی زمین منقسم شد اگه قرار بود زمین از نظر فیزیکلی تقسیم بشه خب شاید این آیه درباره اون صحبت میکرد ولی من اعتقاد دارم که این آیه رو ما بیشتر درست درس نمیدیم خیلی درس میدن که در زمان فالج دنیا تقسیم میشه زمین ها منقسم میشن و از همدیگه جدا میشن ولی منقسم شدن دنیا در زبان هاشون بود اتفاقی که در زمان فالج میفته چیه زمانی هستش که در بابر زبان ها منقسم میشه و تمام مردم پراکنده میشه این منقسم شدن چیه امتها در روی زمین هستش این نکته جالبی هستش چون خیلی وقتا درس میدن که این در زمین تقسیم شدن زمین هستش خب هیچ نوع اشاره ای از نظر این تو خدا کتاب مقدس نیامده اتفاقی که در واقع در این نظر افتاده تو کتاب مقدس یعنی منقسم شدن زبان ها در واقع تقسیم شدن امت ها اون اتفاق افتاده که تقسیم شدن زمین نیست اوکی Right. فقط در نظر بگیرید که این یه آیه هستش که بعض وقتا در نقطه تقسیم شدن چی امت ها استفاده میشه حالا میریم به آیه سی و دو میرسیم اینان هم قبایلان پسران نوح بر حسب پیدایش ایشان در امت های خود که ایشان امت های جهان بعد از طوفان منشعب شدند. خب جالبه که بازم گفتم امت ها رو خداوند قبل از اینکه امت پراکنده بشن به نام میبره حالا برج بابل بیایم با همدیگه فصل 11 هم شروع کنیم که متن اصلی درسمون امروز هستش میگه که و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود و واقع شد که چون از مشرق کوچ میکردن همواره در زمین شنار هم در زمین شنار یافتن و در آنجا سکنا گرفتن درست نه؟ درست سکناست؟ آره. The land of Shinar, the زمین شنار جالبه زمین شنار زمینی هستش که امروز ما بهش میگیم عراق امروزی یک وادی یه, یه،, یه, یه زمینی بود بسیار به, به نظر میرسید که خوب و به نظر میرسید برای اونهای که داشتن چه کار میکردن کوچ میکردن که زمینی بود که میخواستن در اونجا مستقر بشن همه امت با هم دیگه داشتن حرکت میکردن ببینید نگفته یه،, یه گروه تو آرارات گیر اومدن. همه دارن از آرارات میان تمام چون در آرارات اول مستقر شدن درسته اول از آرارات مادن بیرون کوه های آرارات نوح میاد بیرون بچه ها شروع میکنن چی؟ زاده ولد کردن بعد به زمانی میرسه که اونقدر دادشون زیاد میشه باعث حرکت بکنند دیگونه شب موف حالا کجا میرن؟ به طرف شرق میرن سرزمین رو پیدا میکنن که به نظرشون میرسه که برای زندگی مناسبه من در نظر میگیرم که اگه در آرارات بودن کوهستانی بود و سرد بود و جایی که مستقر میشن گرم به نظر میرسه و چیه؟ یه مقداری برای چی؟ زندگی راحت‌تره، اوکی؟ دو تا رودخانه خیلی بزرگ که تیگریس و اوفراتیس هست یفریدیز اوفراد، اوفراد، و تیگریس اونجا دو تا, دو تا, رودخانه بزرگ هم هستن که برای چی؟ برای کشاورزی و غیره خیلی مناسب هستن این رودخانه یفریدیز که اینجا هست اوفرات با رودخانه که در باقی بود یکی نیست خواهش میکنم دو تا با هم دیگه کاملا فرق میکنن اگه اینا رو یکی بکنی اون وقت باغ عدن رو بس کجا رو قرار بدی تو بابل قرار بدی که هیچ وقت خدا باغ عدنش رو تو بابل نمیذاره باغ خدا هم باغ عدن خدا کجاست در اورشلیم و در سرزمین خودش قرار داده بنابراین اینجا دارن میان اینجا مستقر میشن حالا که مستقر میشن یه اتفاق میفته به یکدیگر گفتن بیاییم ها بسازیم و آنها را بزب... با خوب با... چیه؟ با خ... آنها را خوب بپزیم و ایشان را آجر به جای سنگ بود و غیر به جای گچ و گفتن بیایید شهری را برای خود بنا نهیم و برجی را که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم زیر این خط بکشید نامی را برای خیشتن پیدا کنیم اوکی حالا این میشه فلسفه چی بابه تمام فلسفه بابه رو اینه نامی را برای خودم درست بکنم یه استی برای خودم در بیارم تو دنیا چی بشیم؟ حالا اینا میخواستن برای کی نامی درست بکنن قبیله دیگه ای بود تو دنیا به جز خداشون زبان های دیگه ای بود امپراتوری های دیگه ای بود امتهای دیگه ای بوده همه با هم دیگه بودن پس برای کی میخواستن نام درست بکنن میخواستن جلوی کی رخ چیز کنن پوز در بیارن جلوی خداوند به خاطر اینکه میخواستن نشون بدن که اونها هم چی هستن مطرح هستن میتونن یه کاری رو بکنن دست انسان قادر کار بزرگی رو انجام بده و اینجا در واقع برای من جالبه که تمام زیر, زیر ساختن برج بابل و این شهر بابل یا بابیلان برای این بودش که میخواستن نامی رو از خود باقی بذارند میگه بیاییم برای خود شهری را بنا نهیم و برجی را که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم مبادا بر روی زم... تمام زمین پراکنده شویم جالبه که میترسیدن از یه چیزی میترسیدن از چی میترسیدن از پیشگویی که شده بود از اون لعنتی که روی چی یکی از اقوامشون آمده بود مخصوصا برای نیمرود که اموش لعنت شده بود و کنعان بود برای اونها این لعنت هنوز زنده بود و تازه بود و میخواستن که یه جوری مانع آمدن این لعنت بشن اگه میتونستن با بنا کردن یک زمین یک شهر یک امت تمام امت ها رو زیر خودشو قرار بدن اون وقت نمیتونست اون نبوت خدا که گفت این امت ها بندگی این امت ها رو خواهند کرد رو به انجام برسونه وقتی خدا میگه کنعان بندگی فرزندان شما یافته میکنه اگه بتونن همه رو یه جا نگه دارن تو هاف وان وان گلوبال نیشن یعنی یه امت چی؟ یه امت زیر یه پرچم خب زیر یه امپراتوری قرار بدن هیچکی نمیتونست بگه که خدا میتونه اون اون نبابت رو به انجام برسونه مگه اینکه پراکنده شویم مگه اینکه یه دفعه یکی بیاد بردگری سلطه پیدا کنه حالا هدف اصلیشون این بودش که چه کار بکنن همدیگر رو نگه دارن یه جایی ولی تو این وسط نیمرود یه مشکل دیگه داره یه نیمرود یه فکر دیگه میکنه میگه حالا که ما تونستیم این رو بنا کنیم حالا که تونستیم چه کار بکنیم؟ شهری رو بنا کنیم و این برج رو بنا کنیم از شما سوال میکنم دلیل ساختن این برج چی بود؟ دلیل ساختن یک برج به این عظمت در این شهر برای چه بود؟ آیا احتیاجی به برج داشتن؟ ها. اوکی؟ فکر میکنیم دلیل به وجود این برج چی بود؟ اوکی okay. <applause> معمولا تو مساجد مناره ها رو بلند میکنن درسته یه مناره بلنده درسته تو کلیسه ها یه جایی هست که سقف شکار میکنه معمولا به جای بلند میرسه محل عبادت محل پرستش همیشه سعی میکنه به سوی آسمان بره این برج محل عبادته محل پرستش شهره و, بر... و اول به نظر میرسه که کار اشتباهی رو نمیخوام بکنم میخوان با همدیگه بمونن مگه اینکه پراکنده شمن و یه برجی رو میخوان درست کنم برای چی؟ برای عبادت و پرستش خدا چون اینا بالاخره از شم و هم و یافز اومدن درسته اینا فرزندان نوح هستن و میگن حالا بیا یه چیز درست بکنیم که خدام از اون راضی باشه ولی با دست خودمون درست میکنیم و این یه چیز باقی موندنیه و چنان به آسمان میبریمش خب که در واقع داریم به دروازه های آسمان نزدیک میشیم یه تصویری هستش از کار انسان برای عبادت و پرستش کردن خدا با دست انسان به نحو انسان نه بر طبق برنامه الهی این برج کی درست کرد انسان کی طراحی داد؟ خدا بهشون گفت برج درست کنم بهشون گفت این برج به به رده های بلند آسمان برسونه؟ نه اتفاقاً جالبه خداوند وقتی گفت میخوام خانه برای خود بنا کنم گفت میخوام برم توی خیمه خیمه ای که چی داشت خیمه ای که در بیابان the tabernacle of god خیمه ای چی بود خیمه ای ساده ای بودش که خدا برای خودش بنا کرد تو بین بنی اسرائیل توی خیمه بود توی چادر بود خدای ما دنبال قصر نمیگرده انسانه که دنبال قصر میگرده خدای ما دنبال قصر نمیگرده انسانه که دنبال قصر میگرده خداوند ما دنبال این نیستش که خود مردم بیان به پاش بریزن بگن واو چه خدای عظیمی بیایم براش معابد عظیم درست بکنیم خداوند در خانه یک شخص خودش رو ظاهر میکنه در قلب یک انسان خودش رو نمایان میکنه به جای اینکه در وسط قصر هرود خودش رو به دنیا بیاره توی یه دونه طویله خودش رو به دنیا میاره آخری بین حیوانات خدا ما اینجور خدایی هستش ولی انسان نمیتونه تصور کنه اینا برای آیت الله خمینی براش ارزش قائل یه دونه معبره خیلی بزرگ درست میکنه برای اماما معابد بزرگ درست میکنن توی روم برای خداوند خودشون برای خدای کلیسا مسجد نه ولی کلیساهای عظیم بنا میکنه نه میگه نه کلیسای واتیکان رو ببینی دهنت همینجوری میفته واو واو اینا کلیسا یا چیز هم اصلا از میدونی عجایب دنیا هستن نه انسان فکر میکنه که با دست خودش میتونه کاری رو انجام بده که خدا رو راضی کنه با وسعت کار خودش با عظمت کار خودش و با زیبایی کار خودش مشکل بابل همینه مشکل بابل همینه معبدی برای پرستش کردن خدا بدونه طراحی خدا بدون اشاره ای از خدا بدون درخواستی از خدا درسته بدون خواندگی از خدا بدون هیچی همش کار خود انسانه و مشکل بابل همینه انسان در کار خدا خودشو داخل میکنه و در واقع هدف جنبی هم داره نه تنها میخواد مثلا تظاهر مذهبی بکنه الان میخواد بر ضد آنچه که خدا گفته هم حرکت میکنه شاید میخواد یه جوری خدا رو را راضی بکنه که این لعنت روی امت ها نیاد درسته؟ ها؟ شاید میگه یه جوری اگه این کار رو بکنم خدا میگه خوه خیلی کار قشنگی کردید حالا فراموش کردم برای کن آنچه لعنتی گفته همه تو ما هم دیگه بمونید عالیه این معبد من ازش خیلی خوشم میاد شاید جالب هستش که در آ... کتاب مقدس در مکاشفه تمام اون سیستم مذهبی کاذبی که در زمانهای آخر دنیا رو میگیره خداوند میگه The Great Babylon یعنی بابل عظیم و بهش میگه فاحشه بابل عظیم The Great Babylon Whore فاحشه بابل عظیم فاحشگی در واقع اینجا چه معنی داره از نظر کلامی یعنی وقتی که با خدایان بیگانه خودت رو آمیخته میکنی وقتی انسان با خدای بیگانه یعنی با خدای غیر الوهیم یهوه خدا خودش رو آمیخته میکنه در واقع داره فاحشگی میکنه داره هماغوشی میکنه با چیزی که از خود خدا نیست کاذبه درست نیست یه نکته خیلی مهم هر کسی که از یک مذهب کاذب آمده خب چه بخواد و نخواد خب در بتپرستی قرار گرفته درسته و بتپرستی از دید خدا چیه اینا فاحشگیه و بسیار منفی داره روی انسان خیلی از ما که از بدو اسلام آمدیم و داریم میایم بیرون بدون اینکه خودمون بدونیم مدت هاست که اق... چیزه اقوام ما پدر و پدر بزرگ و پدر و پدر, و پدر بزرگ و تمام اجداد ما داشتن چیکار میکردن یه چیز بیگانه رو داشتن میپرسیدن حالا که به خدای زنده آمدیم خب چیکار میکنیم داریم از نو تازه شروع میکنیم در واقع برای همین برای ما که قوم مسیحی ایرانی هستیم تولد تازه واقعا معنی داره این تولد نه تنها تازه است برای من و شما برای ایران تازه است It's a new birth برای چی؟ امت ایران چون نسل های شما که بچه های شما میشن از شما بود پرستی دیگه یاد نمیگیرن خداپرستی واقعی رو یاد میگیرن چون یهوه الوهیم زنده رو دارن میپرستن و این تمام لعنت های گذشته رو با خودش میشکنه ببینید بابل عظیم یا فاحشگی بابل عظیم اینجاست انسان میخواد با دست خودش کاری رو بکنه درسته شریعت چیه پس ها شریعت چیست وقتی انسان میخواد با دست خودش خدا رو راضی کنه بهش میگیم چی شریعت شریعت یعنی انجام قوانین مذهبی برای ارزای خدا برای اینکه خداوند بتونه رابطش با شما سالم بکنه من باید کاری بکنم حالا هر چقدر بیشتر انجام بدم خدا از من راضی تره و چون اگه بیشتر انجام بدم خدا از من راضی تره دارید با دست خودتون برج بابل خودتون درست میکنید یا building اون tower تو میخواید هر چقدر بیشتر انجام بدی چیکار بکنی این برج تو چیکار بکنی به آسمان نزدیکتر بکنی و خودتون هم که میدونید برج هیچ وقت به خود مرتبه آسمان سوم نمیرسه You can never do enough هیچ وقت نمیتونی برجت اونقدر بلند درست بکنی که به مرتبه های آسمان سوم برسی غیر ممکنه یه جا گیر میکنی یه جا وام میگیری یه جا خسته میشی یه جا تسلیم میشی یه جا میگی بسته که من دیگه نمیتونم خدا اگه تو اینجوری هستی اصلا من دینا میذارم کنار همینم هم نتیجه ایران شده جوانای ما دینو گذاشتن کنار مکتبو گذاشتن کنار چون نمیتونن به اون مرتبه برسن قادر نیستن و در واقع مشکل بابل همین بود اینها داشتن سعی میکردن کاری رو انجام بدن که غیر ممکنه ولی اونقدر مغرور بودن که حاضر بودن که این کار رو ادامه بدن چون نیمرود وادارش رو میخواست بکنه حالا ما یه ترمی داریم به نام نیمرود به نام ضد مسیح خب انتیکرایست کرایست بهش میگیم ده دجال یا ضد مسیح اولین دجال کتاب مقدس یعنی ضد مسیح کتاب مقدس نیمرود هستش که در روح ضد مسیح حرکت میکنه روح ضد مسیح چیه میخوام اینو یادداشت کنیم روح ضد مسیح روحی هستش که مسیح رو از صلیب برمی داره متوجه هستی یعنی صلیب رو کنار میذاره و انسان و اعمال انسان رو چیکار میکنه تمرکز خ... چیز میکنه مرکز چی میکنه عبادت خودش میکنه روح ضد مسیح روحی هستش که مسیح رو از روی سلیب بر میداره یعنی صلیب رو کنار میذاره و اعمال انسانی رو میکنه چی؟ میاره چی؟ پرستش خدا میاره پرستش خدا حالا اون خدا چیست؟ میتونه هم خدای خودمون باشه یا میتونه خدای بیگانه باشه چه فرقی میکنه؟ اوکی؟ در کیس نیمرود خدایانی که اول اولین خدایی که اولین خدایی که در واقع میشناختن و تنها خدایی که میشناختن کی بود؟ خود خدا بود درسته؟ یا نه؟ پس اولین کاری که ضد مسیح میکنه میگه بیاییم برجی را برای خدا بیافریم خب و شهری رو برای خود بسازیم تا برای خودمون میتونیم اسمی رو داشته باشیم ولی وقتی که امت ها پراکنده میشن در واقع اصاره این شریعت یا این خودسازی در تمام اون امت ها باقی میمونه و به یه شکل رو به یه نحو شروع میکنن بت های چی خودشون بودهایی که با دست خودشون می افریدن میپرستیدن همین ساخت اینا که میپرستیدن تمام این نوع تمام این نوع بود ها برمیگرده به اینکه انسان یه کاری رو با دست خودش انجام میده و بعد اون کاربرد خودش رو میپرسته میگه واو آی دید دس این از بابل سرشته میگیره اس آل کامس بابل همه از نیمرود سرشته میگیره همه اینجاست تمام مذاهب کاذب دنیا اینجا شروع میشه و کاذب بودن یه مذهب چیه بود پرستیشه که مثلا حالا یه مثلا یه دونه الاغ و یه دونه گاو و یه دونه میمون مثلا هندو اگه هندوستان بری چند نفر هندوستان بودن تا حالا تو زندگی شما بودین اوکی من توی معابدشون رفتم یکی از معابدی که توش رفتم دیگه تقریبا میشه که از این بدتر نمیتونست باشه که خدایی که تو اون معبد میآفریدن متوجه هستی یه دونه میمون بود خب میمونی بودش که زنده میمونای خودشون زنده ها هستن میمون ها در تمام معبد نیولو می میرفتن این طرف اون طرف و تمام این انسان ها انسان ها بابا مقصشون کار میکنه میومدن غذا برای این میمون ها و جلوشون سجده میکردن جلوشون سجده میکردن سر هزار تا این معبد میمون ها خدا بودن و انسان ها چی بودن؟ بنده بودن ضد مسیح چی کار میکنه؟ جلوه و صورت خدای زنده رو بر میداره و اون رو با یه خدای کاذب چی کار میکنه؟ رد و در میکنه، عوض میکنه در بابل چون تازه از سیل نوح آمده بودن هنوز هویت خدای زنده خیلی تازه بود نمیتونستن همون آن ردش بکنن خب خدا همون خدایی بودش که اونها رو از سیل نوح آورده بود فقط چند نسل گذشته بود پنج و شیش نسل هنوز این بعد میدونستین که اگه بر طریق عدد شماری برین جلو هنوز نوح زنده بود در زمانی که داشت بابل درست میشد نوح هنوز زنده است شم هنوز زنده است تمام نسل اول هنوز زنده هستن زمانی که داره برج درست میشه انقلابی به وجود میاد مطمئنا یه سری میگفتن این چیکار دارید میکنین ها مطمئنا برای همین هست که روایات بنی اسرائیل میگه که شم و اقوام شم با ساختن بابل مخالفت نکردند چون میدونستن که این کار کاذبه حالا خداوند میاد میگه مباده بر روی تمام زمین پراکنش آیه پنج خداوند نزول نمود تا شهر و برجی رو که بنی آدم بنا کردن ملاحظه نماید آیه 6 و خداوند گفت همان قوم یکیست و جمعی ایشان را یک زبان و این کار را شروع کردند و الان هیچ کاری که قصد آن را بکنند از ایشان ممتعه نخواهد شد اکنون ناظر شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش درسته مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند جالبه که اینجا خدا میگه ما بریم نمیگه من برم سرش خط بکشید آمین جمع استفاده میکنم <applause> میگه همون اق... <applause> میگه اکنون نازل شویم نه نازل شوم میگه نازل شویم پدر پسر و روح القدس با همدیگه این کار میکنن تستیس اینجا در کاره آمین میگه نازل شویم و باید زبونشون رو مشوش کنیم به خاطر اینکه اگر اینجوری باشه درسته این یه مرد که ضد مسیحه درسته در که نیم روده تمام امتها رو زیر سلطه خودش قرار خواهد داد خب و برکاتی که من برای شم خواستم برای فرزندانم خواستم که تا من زنده را، من خدای زنده رو بشناسند رو از دست خواهیم داد در آینده در مکاشفه که کتاب آخر کتاب مقدس هستش شخصی به نام دجال که میاد The Antichrist of the End Times اون هم میخواد چیکار کنه تمام امتها را جمع بکنه زیر یک پرچم بگذاره و تمام اونها را چیکار میکنه به یک مذهب کاذب چیکار میکنه رو میده همون پترن بابل در زمانهای آینده قبل از آمدن مسیح دوباره تکرار میشه The gathering of all nations آوری امتها برای پرستش کردن چی؟ خدا از طریق یک مذهب کاذب این مذهب کاذب میدونین چی خواهد بود میتونید حس بزنید مذهب کاذب چی خواهد بود همون خدای زنده رو خواهد پرستید خدای زنده که ما میگیم خداونده ولی از طریق اعمال انسانی و شریعت هستش یکی از حرکات های بسیار جالبی که در دنیا داره انجام میشه این هستش که سعی دارن میکنن که مسیحیت رو با اسلام چیکار بکنن آشتی بدن و در زیر یک پرچم قرار بدن چون یکی از صحبت های که ما همه یه خدا رو میپرستیم اگه ما همه یه خدا رو میپرسیم چرا با همدی دعوا داریم مشکلی نه ما یه خدا رو نمیپرسیم دو هر دوتا چه مسیحیت کاذب چه اسلام اگه در شریعت قرار بگیرن باز کاذب هستن درسته و در انتها بر طبق مکاشفه آخرین فصل این مذهب کاذب در انتها به دجال پرستی یعنی به خود پرستش دجال منتهی میشه در واقع همینجا به پرستش نیمروت منتهی میشه مردم شروع کردن خود نیم رو بپرستن به جای اینکه خدای زنده رو چکار کنن بپرستن خب.